سرکار خانم معدن نژاد روزنامه همبستگی. روزتون بخیر جناب قاسمی. چند روز پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران اظهار داشتند که چند ماه پیش در اربیل جلسه توسط رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده از عربستانی ها و نماینده منافقین تشکیل شد و این اتفاقات رو برنامه ریزی کردند. این در حالیه که ما در روزهای اخیر شاهد این هستیم که مقامات اربیل اتهام دست داشتن در این اعتراضات رو رد کردند. سوال من اینه که آیا وزارت خارجه شواهد مستدلی مبنی بر دخالت بستگان صدام حسین و بارزانی ها در اختیار داره و اساسا در رابطه با این موضوع چه رایزنی هایی با مقامات بغداد و اربیل داشته؟ ممنون. خب این دو سه بود داره سوال شما. یک بود اون قطعا بود امنیتی است و که ارگان های امنیتی و اطلاعاتی میتونن روش نظر بدن، ولی آنچه که من میتونم در اینجا بیان بکنم از این جایگاه، به خصوص با توجه به اینکه آقای نوشیروان بارزانی هم این موضوع رو تکذیب کردند و با توجه به نوع رابطه ما با اقلیم کردستان، من تصور میکنم با شناختی که در اقلیم نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داره، خیلی بعید میدونم که مقامات اقلیم و مردم کرد در اونجا اقدامی رو علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام بدهند، و من شواهدی بر این موضوع ندارم، ولی بخش عمده مسئله رو باید دستگاه‌های امنیتی در این خصوص اظهار نظر بکنن پیرامونش، ولی آنچه که به وزارت خارجه مربوط است من نه شاهدی بر این موضوع دارم و سخنان آقای بارزانی در اقلیم و تکذیب این موضوع برای من از اهمیت خاص خودش برخوردار هست و تصور میکنم این بحث نمیتونه با دقت لازم بیان شده باشه.